به دنبال اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم که در اجرای دستور خامنه‌ای کارخانه تولید سانتریفیوژ راه اندازی کرده است، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در دوره احمدی نژاد ادعاهای وی را بی‌پایه دانست و گفت ما این کارو میکردیم، سوه 24 رو دنبال میکردیم، دنبال من مدیر بودم و نه من سازنده سنتریفیوژ نیستم. خب اینا همون زمان داشت انجام میشد، این دوستان به حساب خودشون نگذارن اینا رو. اون سوه 16 آماده گازدهی بود در نطنز، ما به خاطر مذاکرات بود که نگه داشتیم اون سوه 6 رو IR2M رو نصب کردیم، راه ننداختیم، چون ما تو مذاکره از اینا استفاده میکردیم. بعد شما نگاه کنید، این که گفته میشه 190,000 سو، حالا کی میرسیم، 10 ماه میرسیم، اینا یه عدد رقم های غیر دقیقی است. چرا؟ چون شما از حرف و آزمایشگاه و شبیه سازی و نمونه اولیه بخوای بری به خط تولید برسی، زمان طولانی میخواد. بعدم هزینه ها هم باید معقول باشه. من تذکر میدم مسئولین محترم در انرژی اتمی، کمتر مصاحبه بکنید. اینقدر نمیخواد ظاهر بشید در تلویزیون بگید ما سالن را انداختیم. این سالن اون موقع هم وجود داشت، کی خاک ریخته توش که حالا شما میخواید رو نمایی بکنید ازش؟ سالن مونتاژ سنتریفیوژ، خب این ساخته شده بود اون موقع، در سال 92 موجود بود، من شاهد براتون میارم، کسی که خودش ساخته. خب چه کار کردید در این جهت؟ این کشتیه که میگن همه توی کشتی نشستیم، ما از قبل هممون تو کشتی بودیم، چطور شد یه دفعه الان همه تو کشتی هستیم؟ آه این سوال دیگه. بابا اگر حرف گوش میکرد این آقایون، هر کدومشون، من میتونم اسم ببرم، برجام اینجور نوشته نمیشد.